چطوری؟ خدا رو شکر. ردیفی سربازی خوبه؟ آه عالی، خوش میگذره. چطوری؟ مطمئنی؟ منم خوبم. سیگار میکشم. سربازی خوبه. سیگار این بده. این اصلا خوب نیست. من اصلا نگرانم. خدای سیگار نکشیدم. سیگاری نشدم. خب بچه‌ها ولی زیاد اونجا سیگاری میشن ها. نه به اون دلیلی که شما فکر میکنید، ولی واقعا بچه زیاد سیگار. خب دو تا راه بیشتر نداری. نه اونجوری یا سیگار بکشی یا نکشی. ببین وان وی اور اناده کدومه؟ چرا اگه سیگار نمیکشی دلیلش چیه؟ دوست ندارم، واقعا سیگار رو دوست ندارم. نه که امتحان نکرده باشم، امتحانم کردم ولی هیچ وقت دوست نداشتم، اصلا جذابم نبوده و تجربه عجیبیه، خیلی تجربه عجیبیه، خصوصا وقتی تو سن بالا تجربه میکنی. و من 28-9 سالمه دیگه، الان دارم میرم یه مقدار که من واقعا 10 سال تقریبا دیره. بهترین سنش هم فکر میکنم همون 18 سالگی. 18 نه واقعا احساس میکنم بعد لیسانس بهتره. 22 خوبه. 22 خوبه آره. لیسانس تو تموم کردی درجا میری و 24 سالگی تو بعد لیسانس رفتی. دقیقاً بعد لیسانس رفتم. یعنی لیسانس گرفتم رفتم. تو از یه طرفم خوردی به این کرونا. آره. قشنگ. آره من واقعا دوره دوم خدمتم خیلی ایزی شد. چون مثلا اینجوری بود که نه دیگه مثلا هر سه روز یه روز بریم. و کادری هم واقعا خوب بودن. یعنی مثلا میتونستن به من بگن که آره هر سه روز رو تو باید بیای، ولی نه اینجوری بود که یه روز این یه روز این یه روز تو. اینجوری بودم که مرسی. مرسی. منم که خدا رو شکر میکنم که نرفتم. واقعا نخواهم رفت. من بعدا معلوم میشه. نه. حالا میبینی وقتی من و مسلم بام رفتیم ترکیه معلوم شد سوایل آنتالیا و سوایل اکسپرسنی. من ترجیحم اینه که هیچ وقت تصور نکنم شما دو تا بام رفتیم ترکیه. چیه مثلا چیه تو ترکیه با کارت پایان خدمت نیمه میدونی دقیقا چی داره میاد تو ذهنم؟ آقای جون بود خدا بیامونه جون چه حالی دارم میکنم. دقیقا همین میشه، همین میشه. مثلا من و امیر رفتیم لخت که حالا موجه قشنگی نیست، شاید تو خیابون باشیم. حالا چرا؟ نه بریم لب ساحل. نه خلاش نداره اونجا. من ترجیح میدم ایران کلی جای قشنگ داره واسه گشتن. اینو همه میگه، اینو هرکس سروز نرفته میگه. من هم تو 6 ماه پیش میگفتم. میدونی چی حال میده؟ واقعا میدونی چی حال میده؟ من واقعا به این فکر کردم اینکه محسن مثلا بیاد پارک کایان خدمت کارت پایان خدمتشو بگید دیگه. این من بهش بگم معاف شدم، معافیمو دادم همون زمان بشه، معاف از عقل بشه. این واقعا میترکونه تو رو. این واقعا حقت 5 ثانیه نه اول نه خدایا خداوند ما رو سفید کن جلوی محسنی. وضعیت تجربه عجیبیه، تجربه باعث میشه قدر خیلی چیزهای ساده زندگیت رو بدونی تو مرحله اول. مثلا توی که مثلا نرفتی اصلا تجربه اصلا نمیدونم چی بگه. هیچ واقعا کسی که خارج از اون پروسه شده سخته. من خودم تا قبل از اینکه برم تصورم یه چیز دیگه بود، وقتی که رفتم توش متوجه شدم که اوف اصلا یه دنیای دیگه است. و ما که مجبوریم تجربهش بکنیم، باید یه جوری هم باش کنار بیایم و از چیزایی هم که به امید استفاده بکنیم. یه سری تجربه بهت میده. یعنی واقعا مثلا یه آدمی مثل من در کنار انواع و اقسام آدمایی که اصلا شبیه من نیستن قرار میگیره و فکر می‌کنم این برای همه است دیگه. یعنی همه آدما در کنار آدمی قرار میگیرن که اصلا شبیهشون نیستن، در صورتی که ما اینجا انتخاب کردیم. مثلا اینجا انتخاب کردیم که ما با هم باشیم و ما هممون شبیه همیم، یه سری علایق مشترک داریم، به یه سری چیزای مشخصی واکنششون میدیم، زندگیمون مشخصه چی به چی و خارج از اون معمولا نمیره خیلی. حالا یه مقدار اینور اونور ولی خارج از اون نمیره. ولی تو مثلا تو اون فضا یه آدمی رو میبینی که 1% هم حتی تشابه نداره و تو باید روز تو با اون آدم شب بکنی، شب تو با اون آدم صبح بکنی. به نظر من باعث میشه تو جامعه رو خیلی بهتر بشناسی. چون مثلا وقتی ما داریم کار رو انجام میدیم با مخاطبمون در ارتباطیم، طبیعتا تصورمون اینه که خب شاید خیلی ها شبیه ما باشن. و اتفاقا این مخصوصا برای ما باعث میشه که ببینیم نه اتفاقا خیلی هستن که علاقمند نیستن. دقیقا. اصلا تا به حال اون ارتباطه رو برقرار نکردن با دنیای سرگرمی، میخواد گیم باشه، فیلم باشه، خارج مثلا سریال باشه، هر چیزی. و بعد به این فکر میکنه که خب اوکی شاید باید اونها هم مخاطبمون قرار بگیرن و یه جوری آشناشون کنیم. یعنی یه جوری خیلی تجربه میتونه خیلی جا به درد بخوره، خیلی جا طبیعتا آسیب وارد میکنه. و تو دیروز یه توصیف خیلی جالبی هم ازش داشتی. چی کدومش؟ که برگشتی گفتی که مثلا دلم واسه اون روزایی که از صبح شروع میکردم به کار کردن بعد از ظهر خسته میشدم تنگ شده. یه ضبطی محسن اینو گفت که خیلی هم میدونم منتظرشین. تو نتا حالا دیدن دیگه؟ آره دیدن. آره دیدی. اگر هم ندیدیم که بریم ببینیم. آره ندیدن ماینکرافت رو میگیم. سر ضبط ماینکرافت محسن اینو گفت. آره میدونی منظورم چی بود؟ منظورم این بود که دقیقاً
این حسی که مثلا ساعت 7 صبح 8 صبح 9 صبح از خواب پا میشی میری صبحونه‌ت رو می‌خوری میری سر کار و اون کاری رو می‌کنی که عاشقشی دوستش داری خیلی بهش علاقه داری و خسته میشی ساعت 7 شب 8 شب خسته و کوفته ای ولی خستگیش به دلت میشینه مثلا میگی چقدر خوب بود امروز چقدر کار مفید کردم امروز الان ولی خب اونجوری نیست دیگه توی پروسه سربازی چون کاری نیست که تو دوست داشته باشی ولی حالا همین که میگذره هم حس خوبی هم توی همچین شرایطی ما هم یکم گیر کردیم ها. یعنی توی این مدت که مثلا اینترنت داستانش به هم ریخت و اینا آدم تازه اون موقعی که یه چیزی رو از دست میده من خودم حتی یه ویدیو ساختم گفتم در مورد اون آدم یه چیزی از دست میده تازه قدرش رو میدونه و میفهمه که چجوریه مثلا میومدیم دفتر خیلی حس بدی داشت نمیدونستیم باید چی کار کنیم مثلا تصمیم گیری ها خیلی بعضی موقع هیجانی بود بعضی موقع عقلانی بود یه سری تصمیم گیری خیلی سخت داشتیم و کار نبود به اون شکل سابقش و خیلی دوران سختی بود اصلا واقعا. افسرده کننده بود هنوزم هست هنوزم هست باز یکم بهتر شد حداقل میدونی از موقعی که برگشتیم به کار داریم کارا رو انجام میدیم یکم سلامت روحی خودمون بهتر شده میایم اینجا یکم پویا این داریم کار میکنیم بچهای دیگر رو میبینیم خیلی حس بهتری بهتره من خودم هم اوایلش که رفته بودم خب مثلا یه تقریبا کل تابستون نبودم مثلا تقریبا کل تابستون تهران نبودم یه یک ماه و نیمش که مثلا اون مدت آموزشیه بود بعدش هم رفته بودم یه جایی بود که خیلی خیلی سخت گذشت اون دوره مثلا نیمه دوم تابستون خیلی بیشتر من سخت گذشت بعدش هم که شروع پاییز بود دیگه ماجراها شروع شد داستان خورد داستان آره بشه داستان من تازه مثلا تونسته بودم انتقالی بگیرم میام تهران و این ماجرا و همون پروسه اصلا دلم نمیخواست که حتی کار بکنم یا هیچ کاری دلم نمیخواست بکنم یعنی به زور خودم رو جمع و جور کردم که برگرد دیگه هر طوری میتونی مثلا 4 ماه واقعا کلن انگار تو این کمپای مثلا چیز بودی که از دنیا به دوری از همه چیزت به دوری از همه آدم های اطرافت به دوری میشینی فکر میکنی ساعتهای طولانی میشینی و همه چیزت فکر میکنی که کجای مثلا مسیر زندگی رو دارم اشتباه میرم مثلا این آدما توی زندگی من درسته مثلا تو همون بازی زمانی به نتیجه رسیدم یه آدم اشتباهی تو زندگی من اومد منم اینو اون موقع سربازی رفتم فهمیدم موقعی که جفتید از دستم دادید متوجه میشه قدرمو میدونید خاک تو سر جفتید 99 سرباز بودم ولی ببین من جرا فکر کردم اون موقعی که تو سربازی بودی ما رو تو کمترین ارتباط تو هم داشتی تو چجوری همون موقع فهمیدم چی بودی که همون موقع میدونست اتفاقا حتی به نظر ارتباطمون اون موقع خیلی هم بیشتر بود بیشتر بود آره خیلی روزهای عجیبی رو می‌گذروندیم شب‌های عجیبی رو می‌گذروندیم نه حالا می‌خوای به شب اینجوری بود مسئله جریان از این قراره که اینجوری بودش که مثلا هر شب من از سربازی برمیگشتم لباس می‌پوشیدم می‌اومدم شرکت پیش بچه‌ها بچه‌ها از صبح شرکت بودن و معمولا ضبطای سنگین داشتیم تا شب طول می‌کشید بعد شب می‌گفتیم خب حالا کجا بریم شام بخوریم بعد اینستاگرامو باز می‌کردیم می‌رفتیم همینجوری می‌گشتیم یه جور یا بد بود یا خوب بود انقدر غذای بد خوردیم خیلی غذای خوب خوردیم کمتر البته ببین من شکم ندارم من یه ذره شکم دارم خیلی بعد آره تازه ماجراهای در اون شکم نقلیده یه خورده دارم آره ببین من تا قبل از اون واقعا صاف مثلا حتی داشتم می‌رفتم واسه سیکس پک و مثلا هیکل بسازم و مشتی و اینا باشگاه تارنکه بود توی هفته شما با هم باشگاه می‌رفتم من هیکلم خوب بود برو ببین بابا من الان چاپ شده من واقعا هیکلم خوب بود دیگه اینو دیگه نمیتونی انکار کنی همون دوره بود که نیما کلا یه 3-4 لایه به همه جا اضافه کرد منم یه خورده زنگ گرفتم زنگ رفتی به چیز تو رفتی برای از قبل شروع کردی آره دیگه ببین موقعی که میخوای این تجربه منه توی زنگ گرفتم دارم بهت از قبل آماده بشید از قبلش آماده نباشید سخت میگذره ببین این اندوخته ای که تو داری 4 روز دیگه قرار نابود شه با استرس اینا برای واسه تو که داره بیشتر هم میشه نمیبینی شاید استرس ندارم مو که نمیبینم پس چه چیزی داری مشکلش چیه دقیقاً ولی به صورت کلی این دوره‌ای که چیز بود خیلی خوش می‌گذشت. آره و تاریک‌ترین روزهای زمانی بود که می‌رفتیم یه جایی غذای خیلی چرب و عجیب غریب می‌خوردیم. و بعدش مثلا ساعت 11-12 شب بود آره. انفجار. امیر انفجار. امیر انفجار. نرید. بچه‌ها نرید. واقعاً نرید. یه شب من واقعاً حالم بد بود. یعنی دو تا خوردیم بعد آخه خب لعنتی. بعدش هم اصلا به خودمون رحم نمی‌کردیم. خب یه دونه بگی بخور. مگه مجبوری مثلا سه تا بکنی تو حلقت؟ یکی می‌گرفت. تو جمع بودیم.
میچستیم. خیلی میچستیم. اونو میخوردیم و بعد میرفتیم هویج بستن. یعنی من ببین اون تیکشو من میفهمم. اون هویج بستنی رو من هنوز نمیفهمم. قشنگ لایه لایه چربی رو میچیندیم رو هم تا بالا. قشنگ میرسیدیم خونه توی چشامون چربی. مثل سال 98 اینا بود دیگه. بعد سال اول ویجیاتو بود دیگه. 98 بود. آره دقیقاً سال اول ویجیاتو. دقیقاً سال اول ویجیاتو بود. ماهای اول ویجیاتو بود. خوش میگذشت. خاطرات عجیبیه. من یاد خاطره اون دوزی اون شب و اینجور چیزا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. چون ما دوزی نکردیم. ما دوزی دوزی شد. بسید به این توضیح دادم. و خدا میدونه چطور. میتونه داستان یه اپیزود دیگه باشه. اون میتونه داستان. اگر دوست دارید بگیم این داستانشو حتما. حتما کامنت بذارید. بگید که داستانشو بگیم. 15 سال مثلا فکر کنید 10 15 سال هیستوری بین ما میتونه خیلی داستان جالبی باشه. این ویدیویی که تا اینجا دیدید قراره اسمش گپ تایم باشه و قراره بیایم توش از روزمرگی هامون بگیم و از هفته بعد هم یه سری در واقع محتوای خاص واسش در نظر بگیریم واسه بحث کردن. مثلا چه میدونم مایکروسافت قراره اکتیویژن رو بخره، نظر ما راجبش چیه؟ میایم بحث میکنیم، تحلیل میکنیم. هم ویدیو گیمیه، هم قراره از هفته هامون بگیم به صورت کلی که چی بهمون گذشته و چه داستانایی داشتیم، چی بازی کردیم، چه فیلمی دیدیم، چه کتابی خوندیم. من یه دو سه تا بازی خیلی خوب بازی کردم این چند وقت. یکیش سیگنالیسه. یعنی نمیدونم شما حالا تجربهش کردید یا نه. شبیه رزیدنت ایول قدیمیه، یعنی قشنگ یک دو سه. آره یک دو سه. آره قشنگ همون جوریه. شما توی یه محیطه، حالا به اندازه رزیدنت ایول محیطش بزرگ نیست، ولی مثلا چند تا روم های به هم پیوسته است که تو هی باید بیای مثلا با زامبیا مبارزه بکنی، اینا رو بکشی، یه آیتمی رو از یه جا برداری، بری یه دری که قبلا دیده بودی بسته است رو باش باز بکنی و همینجوری بچرخی. هر چی هم جلوتر میری این معماها سخت‌تر و جذاب‌تر میشن. و از یه طرف دیگه یه داستان خیلی باحال داره. سبک گرافیکش هم خیلی باحاله. آره سبک گرافیکش انگار مثلا توی این تلویزیونای CRT داری میبینی بازی. آره. رو خیلی چیز جالبیه. فضا سازیش هم یه میکس عجیبیه، انگار رزیدنت ایول رو داری توی دد اسپیس بازی آفرین. میکنی. آفرین قشنگ. آره. تو دل فضاست و یه داستان خیلی پیچیده و عجیب، یعنی از ایناست که مثلا تهش اینجوری میگی او چی شد چه مثلا چیز عجیبی نفهمیدم و تازه میری میخونی تایملاینایی که مردم واسه خودشون چیندن و مطالعه میکنن و میگی آه عجب داستان خفنی. پس از اون موزی ایندیاست که حتما دیگه. آره خیلی جالبه کلا. وقتی روش آدم بذاره. آره. تو لیست بهترین بازی سالمون هم یادم یه رتبه خیلی خوبی بهش دادیم به خاطر اینکه واقعا متفاوت بود. واقعا خوب بود. منتظر چون الان اینترنت خیلی قشنگه. آره دقیقاً همونطور که میبینید ما حتی ویدیوات رو لود شد. چند آره. شد سیگنالیست رو بذارم از اینجا اگر حالا عکسا که لود نمیشه طبیعتا با این شرایط، اما اینجا هم که رو چیز نمیشه سیگنالیست رو بذارم ببینم که اینجا 15 و 16 هم بود سیگنالیست 13 هم شد. آره و واقعا هم بازی خوبی بود و برازنده جایگاهش توی لیست ما. دقیقا من خیلی دوستش داشتم، قشنگ یاد و خاطره رزیدنت ایول کلاسی که فنشون بودم و هستم. ریمیک هم شدن اونا رو تجربه کردیم یکم. آره. خاطرات قدیمی از ذهنمون رفت. دقیقاً مثلا بخوام مقایسش بکنم خیلی شبیه ریمیک 1ه. آره همون. آره. چیزی که قبلا واسه گیم کیوب اومده بود بعدن اومدن دوباره مثلا واسه کنسول های نسل 8 و اینا منتشرش کردن. خیلی بازی درجه 1ه. اینو من واقعا به کسایی که دارن این ویدیو رو میبینم پیشنهاد میکنم. آره منم ویش لیستش کردم، منتظرم یه تایمی یه تخفیف خوبی هم بخوره. آره. بگیرمش. بازی بکنم. یه بازی هم هست که هممون بازی کردیم توی این مدت، هایان لایف. هایان لایف رو آره همه بازی کردیم. هایان لایف رو هممون بازی کردیم. بکنم هر ستامون هم نظرمون تقریبا یکیه. آره تو بگو نظرتو. خیلی بازی تو مخیه و اونقدر بازی سرگرم کننده ای نیست. نیم ساعت اول شوخیاش خوبه، بامزه است، میگی اوکی. خیلی زر میزنه اینو. من یه چیز اضافه آخه جالبه یه ستینگ داره که میتونی صحبتش رو کمتر کنی، یعنی خودشون به این فکر کردن که شاید یه سری واقعا اعصابشون خورد شه. توی ماشین به تو گفتم، گفتم انقدر اینو حرف میزنن دیگه تو مخت میره. یعنی از یه جایی دیگه میگه خفه شو خدا زر خفه شو زر نزن، بذار من یکم راحت بشم. بذار اصلا میدونی مشکلم باهاش اینه که روی دیزاین طراحی مراحل خیلی تاثیر گذاشته. یعنی تو میای انتظار داری که مثلا بشه یه راننده خیلی خفن تو بری بکشی بزنی بری. آره. جلو و همینجوری که میای یه دفعه میرسی اینا دو ساعت دارن حرف میزنن هیچ اتفاقی نمیفته. بعد تا میای دوباره وارد گیم پلی بشی و مثلا یه سری انمی بکشی دوباره یکی میاد یه دو ساعت اون حرف میزنه. اینش خسته میکنه. ولی آره. چه گرافیک خوشگلی داره. گرافیک خوبی داره. آره.
ایده های خوبی داشته ولی لزوما خوب اجراشون نکرده. آره طراحی تفنگاش مثلا خیلی آره. باحاله. بعد از مدت ها من مثلا دیدم که اوکی تفنگ یه بازی پتانسیل رو داره که تبدیل بشه به کمپانیونت. دقیقاً. همراهت باشه، باش بگی بخندی و تا به حال اصلا دیدم چه چیزی رو من تجربه نکرده بودم. آره. بعد با اون لحن و ادبیات بامزه ای هم که داره. کامورتیه خیلی بامزه. چاغوت مثلا ریک خیلی بعد خالص ایسترگه. آره خالص ایسترگه. آره یعنی اصلا ثانیه به ثانیه‌اش یه تیکه آخرش داره حالش شما دو تا فکر کنم تمومش نکردید هنوز نه؟ نه هنوز آره یه تیکه داره یه ایستر ایگ داره از بازی دارکنس همون دارکنس یه بازی خیلی قدیمیه خیلی بازی معرکه‌ای بود واقعا جزو اون بازیای مثلا اکشن حالا یه نیمچه ترسناک خیلی حرفه‌ای درست حسابی بود ترسناک داشت که داستانی داشت خیلی خوب چه داستانی داشت خیلی بازی خوبی بود این که مثلا دو تا شما دیمن روی شونه هاتون داشتید اینا مثلا کله آدما رو می‌خوردن می‌کندن تیکه پاره می‌کردن و این حرفا و تی یکی از باسا یه دفعه شما یه همچین چیزی رو داری خیلی تجربه جالبیه حالا من خیلی راستش خوشم نمیاد که بخوام ادامش بدم تمومش بکنم ولی همچین چیزی داشت خیلی بازی متوسطیه چیزای خوب خودش رو داره ولی به یه تجربه 8 9 ساعته میارزه بازی 21 ساعت طول میکشه تمام کنی کالیستو پروتکل تمام کردم دیگه فکر کنم اینم بعد تمام کنم اگه اونو تمومش کردی که واقعا درود به تو من اونو بیشتر به خاطر آپدیتاش دیگه خسته شدم اینقدر آپدیت گرفتم من از من ناامیدم کرد یعنی من همون موقع که اومد دیگه نشستم بازیش کردم به خاطر اینکه ریویو هم دستم بود فکر کنم خوندید دیگه بررسی رو خیلی ناامیدم کرد یعنی انتظار یه دد اسپیس خیلی کار فقط خوشگل بود فقط خوشگل عجب گرافیکی خوشگل. داره این بازی ولی سر همون خوشگلیش هم زیاد اذیتمون کرد دیگه استاترهاش افت فریم‌هاش کمی مخصوصا تو روزای اول حالا من که اوکی بودم من فکر کنم سر روی کارت های AMD خود بهتر اجرا میشد من خیلی دردسر نداشتم باش بوجود اینکه مثلا روی سیتینگ مکس هم داشتم بازی میکردم واقعا اوکی بود و لذت بخش بود بازی تجربهش اصلا نگاه میکردیم ری تریسینگش رو که اصلا روشن میکردی که اصلا خیلی واقعا فاجعه میشد آره اصلا پرفورمنس ولی از نظر ویژوال مثلا یه جوری مثل سایبرپانک احساس میکنم تبدیل میشه به یه چیزی که بعدا بنچمارک میشه مثلا اگه کارت گرافیکتون اسمش 60 ثابت بگیره یعنی خوبه بخرید البته ببین به نظر من یکم که ازش بگذره و یه سری آپدیت بهتر بدن حتی با همین کارت گرافیک چون ببین گرافیکش دیگه اونقدرها چیز مثلا مثل کرایسیز اون زمان نیست نه نه نه. که همه مثلا بشینن یادت واقعا یادته کرایسیزو تو رو اون پیسید بازی میکردی کرایسیز یک این کرایسیز یک زمانی که مثلا 2007 بود آره دیگه 2007 بود کرایسیز یک که اومد من دبیرستانی بودم اول دوم دبیرستان بود دو آتیشه کرایسیز اصلا بودم. نمیدونم چرا از این بازی خوشم اصلا این تگ نیم محسن اومدم که دارم اومد اصلا کاراکتر چیز بود دیگه اصلا نمیدونم چرا من انقدر از این بازی خوشم اومد یه سیستم داشتم الان مشخص شدم نیست نه زمان خودش خوب بود واسه کرایسیز آره زغالی بود واسه کرایسیز زغالی بود ببین من عملا درسای دوران دبیرستانم و زمان لودینگ های کرایسیز میخوندم انقدر طول مثلا واقعا مثلا یه رو 20 دقیقه لودینگش طول میکشید بعد بازی اون مراحلش که برفی میشد اون اوناش بدترین قسمت های چیز بود چی بود اسم اون جونور فضایی ها یادم نیست سف یه همچی چیزی بود اسمش یادم نیست اونا که می اومدن محیط برفی میشد بازی مثلا میرفت روی 5 فریم بر ثانیه برای من بعد موسم دیگه بین 7 فریم درس میخوند بازی این هر فریم یه فریم یه جمله بعد حالا کرم هم گرفته بود وسط این داستان گذاشته بودم رو مکس درجه سختی بالاترین درجه نه من این بازی رو باید اینجوری تمام بکنم مثلا بره چیز چه مثلا بره توی تالار خودت به خودت فشار میدادی آره بعد رفتم بازی رو تا مرحله آخر رفتم یه باگ معروفی داشت این بازی که باس فایت آخرش باگ میخورد و هیچ کاری نمیتونستی خیلی بد بود من هیچ وقت اون بازی رو در اون دوران نتونستم تمومش بکنم تو دسلوپ هم دقیقا به همین سرنوشت برای دو چهار شد دسلوپ رو تمومش کردم یعنی اون همه اون سایکل اون چرخا تکرار میشد میرفتی جلو یاد میگرفتی این مدلی بود که خب حالا برو یه بار همه این کارا رو یه بار انجام بده همه رو بکش گفتم ایول حل میرم حالا انجامش میدم رفتم خیلی هم قشنگ چیز کردم پیش رفتم و اینه تا اونجا که میری بعد دیگه بری سراغ نفر آخر که حالا اسپویل نمیکنم کیه رفتم در رو باز کردم که برم توی اون لوکیشن که نفر آخر هست بازی رو کرش کرد
اینقدر فشار خوردم پسر. آره. اینقدر فشار خوردم گفتم چرا همش این اتفاق بالا سر من میاد. پا میشدی میرقصیدی دیگه فایده نداره. نه دیگه گذاشتمش کنار، گذاشتمش کنار گفتم بعدم بازی میکنم دور فرداش. ولی یادت کرایسیس اومدی خونه ای ما؟ من سیستم خریده بودم. آره سیستم تازه خریده بودم. یه سیستم خریده بودم. GTS 250 اون موقع تازه اومده بود. اون موقع مثلا دو تا جی تی 250 رو انگار مثلا چسبونده بودم به همش جی تی اس 250 دیگه. تی آی الان آره دقیقاً مثلا حالت تی آی بود. همچی چیزی مثلا تازه اومده. بعد این کارت گرافیک قوی بود و تنها بازی رو که نکشید دیگه بعد نمیتونست اجرا بکنه کرایسیس 3 بود که اومد اون زمان دایرکتیکس 11 میخواست که دیگه کارت گرافیک دایرکتیکس ساپورت نمیکرد 11 رو. بعد محسن اومد خونمون گفت کرایسیس رو داری؟ ران کن بذار ببینیم قدرتش چقدره. اومد ران کردیم 60 فریم میداد اون موقع مثلا روی حال. آره. واقعا بنچمارک زمان خودش بود کرایسیس. آره. 2007 میشه مثلا چه سالی میشه 87 86 14 سال پیشو بگیر دیگه 87 اوف خیلی بدی کرایسیس هنوز میبینی بازی قشنگه واقعا به نظر من خیلی چیزا نبوده اینستاگرام نبوده اسمارت فون نبوده فیسبوک هم نبود فیسبوک بود فیسبوک شاید اوایلش بود که تازه شکل بگیره فیسبوک من دانشگاه اوایل دانشگاه اکانت ساختم حتی ما داریم میگیم دبیرستان اول دبیرستان الان دیگه فکرم اول دبیرستان وجود نداره دیگه الان میگم شده 6-6 دهم اینا فکر دهم یازدهم بعد شاید اشتباه بگیم آره دیگه فکر کنم دهم یازدهم سالای ما فکر کنم سالای آخر بخوانیم بنویسیم شما بخوانیم بنویسیم هم نبودید حتی من بخوانیم بنویسیم بودم جدی از زمان من بخوانیم بنویسیم شدیم فارسی نبود من داداشم میگوردیم کتابا رو میذاشیم جلوش به مامانم میگفت من بنویسیم نمینویسم بعدش میومد میگفت من بنویسیم نمینویسم آره خلاصه که داستان داشت پس هایان لایف کالیستو پروتوکول ولی اینا بازیه این که شاید در دسترس خیلی ها نباشن و شاید خیلی ها واقعا نتونن این روزها روی لپتاپ پی سی شون خیلی چیزا چون خود ما هم واقعا به چالش حالا آره حتی هایان لایف هم توی روزهای اولی که من تجربهش کردم باز یه کمی دیدم داره اذیت میکنه و من اینجوری بودم که تو دیگه نه تو دیگه شوخی نکن بازو بازیت کنی ولی من این چند وقت دوم ایترنال داشتم بازی میکردم چه بازی خوبی اون موقعی که اومد تا نصفه رفته بودم بازی تموم نشده بود این سری بازی کردم ولی قبول داری باس آخرش نامید کننده است باس آخرش نامید کننده بود خیلی چیز دم دستی بود میدونی من خیلی فکر کنم گذاشته بودی روی اون حالت آسونش هست تحقیرت هم میکنه با اون نوشته hurt me a little یه همچه چیزی قطعاً که من اینجوری بازی نمیکنم عزیزم چی فکر من رو نایتمر گذاشتم و واقعا چسبید ببین اونم خیلی سخت بود واسه یعنی مثلا حتی روی چون بررسیش دستم بود زودتر تمام میکردم روی نرمال داشتم میرفتم و خیلی روی همونم چلنجینگ بود یعنی روی نرمالش ولی بخوای حساب بکنی خیلی به نظرم میتونستن یکم طراحی قشنگتری واسش بیارن یکم اون بازی که این همه طراحی مراحل قشنگ داره و همه مراحلش تو رو به وجد میاره هی جذاب تر واسط میشه میتونه راضی بودم خیلی خوب بود خدای به نظرم اگر راضیت نکرد برو دی ال سی هاشو بگیر دی ال سی هاش وای دی ال سی هاش خیلی خوبه همه میگن ببین دی ال سی هاش قشنگ یکی توی ریویوی استیم خوندم یکی نوشته بود خیلی میتی و جوسیه قشنگ گوشتالو و آب داره قشنگ مثلا میری پاره میکنی میزنی و تموم نمیشه یعنی مثلا فقط یه روب داری میپری از این ور به اون ور میزنی عرق میکنی قشنگ یه جوری میبینی تو رو خدا برم کنید بسه دیگه بسه ولی حال میده ها یعنی مثلا اینجوری نیستش که پارت بکنه در جا بمیری نه یه بالانس خوبی داره که میدونی چیزی که من توی دوم اینترنال خیلی بیشتر از دوم 2016 دوست داشتم دوم 2016 رو هم خیلی دوست دارم الان میدونم تو خیلی خوشت نمیاد انقدر دوم 2016 بعدم اومد که اصلا اینترنال رو بازی نکردم ولی متال هلسینگر رو دوست داشتم کیو متال هلسینگر خیلی جالبه آره خیلی متفاوته خود دوم اینترنال یعنی متال هلسینگر خیلی بیشتر شبیه دوم اینترنال یکم چالش برانگیز تره ولی دوم 2016 اینجوری بود که گوری بود برو بزن بتره کن پاره کن هر کسی میخوای جر بده تمومش بازی بره ولی این چالنجینگه و چالنجش باعث میشه که تو دقیقا مثلا همین بازی سولز لایک و اینا تهش موقعی که میزنی میگه افتخار میکنی نایس چی کار کردم چقدر خفن بود چقدر حرکات جذابی زدم اینش خیلی دوست داشتنیه دوم ایترنال خیلی یعنی حال تو اونقدر به نظر پوینتلس 2016 شاید آره شاید برم سراغش و تجربهش کنم حالا باید ببینم که چی پیش میاد فعلا ویچر رو نصبش کردم گفتم بذار بشه فرصت بدم ببینم چه تغییری کرده آره
و اولین لحظه‌ای که دیدمش به خودم گفتم من اینو با تمومش کنم دوباره. نمیشه. نمیشه. انقدر خوشگل شده و این بازی چقدر خوبه هنوز. 2015 6 سال گذشته تو هنوز اون پوینتشو نفهمیدی. تو هیتر ویچری. ببین. بس سکوت کن. به نظرم الان فرصت خوبیه که تو دوباره بری سراغش. بعدم نمیاد این کارو بکنم ولی فکر میکنم از اون تجربه است که اگه الان برم توش یا مثلا سه ماه دیگه ازش میام بیرون و هیچ گیم دیگه نمیرسم مشکل اینجاست نداره آره. یه گیم داری به اندازه سه ماه ارزششو داره میشه چون مثلا با Elden Ring همچین اتفاق واسم پیش اومد پارسال اسفند فروردین اردیبهشت خرداد 4 ماه فقط داشتم Elden Ring بازی کردم اگه من پایانشو نبودم فکر کنم 2 ماه دیگه میومد روش ببین بابا به خدا اومده بودم با یک ما رفیق کل تجربه بازی رو خراب کردم Elden Ring همه رو هم اینجا این برو اینجا این کارو بکن بیا اینجا اینو بده من مثلا مرد حسابی و یه دونه از باس فایتاش اومد مثلا بکشه تو کشتی یا یه رفیق داریم رامین چیز هر دیگه برده رو میگه برده آره تو کشتیش مثلا نکشتیش کشتم کشتیش آخر آره حالا رامین اومد گرفت دست رو من نمیتونستم اصلا هر کاری کردم نمیتونستم آخه ضعیف بودن پاشده رو رفته مثلا تو گفتی من کی گفتم رامین اومده بود متای جدید پیدا کرده بود گفته بود بریم اینو بکشیم حالا رامین لولش بالا این مثلا با یه ذره لول اومده بود بره یارو رو بزنه بعد یارو سخت ترین مثلا یکی از مثلا سخت ترین مینی باسای بازیه مثلا ساعت 8 و 9 اینا اومدن سه تا نشسته بودیم داشتیم بازی میکردیم 8 و 9 اومدم 20 بار ترای کردیم آه نه یادمه ساعت 1 شب شد رامین یه دونه ترای زد رسید ته خونش گفتم بزن پدر سگو میره وایس جلوش مرد از قبل همین کارو کردیم منم نزدمش واسه دقیقاً رفتیم تا ته منم ببین یعنی یه اتک یه ذره ای بعدش میدادم میمرد ندادم منم وایسادم مردم یعنی دو طرف بکو ولی خودت چیزش کردی خودت زدی ولی به درد نخورد خیلی بعد شب رسیدم خونه فیلم واسش گرفتم که ببین من اینو چه جوری زدم آره الان فرصت مناسبیه به نظرم برای تجربه نکست جن ویچر 3 مخصوصا برای خیلی از شماهایی که شاید تجربهش نکرده باشید من سایبرپانک هم بازی نکردم راستش خیلی اونم دوست دارم برم بازی کنم من فیکس شده آره الان واقعا خوب ببین قطعا که ویچر بازی بهتری نسبت به سایبرپانک 100 درصد به نظر من ببین وقت تو حروم نکن بابت سایبرپانک ببین سایبرپانک بازی نیست که بازیش نکنه جذابی داره آره آخه بحث فقط داستانه میدونی محیطش هم من دوست دارم اینجوری میشه که کاشکی 6 ماه بیشتر روی این بازی کار میکردن چون که من مشکلی که تو میگفتی رو بهش بر نخوردم مثلا در مورد لول دیزاینش به صورت کلی حالا بچا نمیام این بحثایی که بین خودمون بوده لول دیزاین بازی واسه من اینجوری بود که تو میری مثلا به چندین آپشن مختلف داده شده که اکشن بری استلث بری با هک بری یا هر چیز دیگه ولی تو موقعی که میرسی جلوی اون در ورودی و میخوای وارد مرحله بشی میبینی که اوکی این آپشن استلز اینجاست از اینجا برو این کار رو انجام بده اکشن میخوای که از در ورودی آره برو خیلی همه چیز دم دسته یعنی نمیذاره یکم تو فکر کنی مثل مثلا دیوس اکس های قدیمی آره دقیقا میخواستم همینو بگم مثل دیوس اکس نیست ولی مثلا منی که هک استلس رفتم و کل بازی واسم این بود و اصلا به اسالت فکر نکردم خیلی بهم چسبید و اوکی بود ولی من 6 ماه قبلش نصب کردم داشتم دیوونه میشدم اون 6 ماه قبل که خیلی آره فاجه. یک سال من می فکر کنم مثلا 3-4 ماه پیش نه دو... آره 2-3 ماه پیش تمومش کردم گفتم که بعد 6 ماه بعد پاکش کردم 6 ماه بعد دوباره نصبش کردم و این بار تمومش کردم و دیدم واقعا تجربه لذت بخشی داستان خیلی خوبی داشت داستانش خیلی خوبه واقعا داستانش خیلی خوبه من یکم تو نسخه بعدیش آره حالا گفتنم که دارن میسازن یعنی اعلام کردن چرا بعدی 2025 اینا احتمالاً سایبرپانک بعدی میشه دو نسل بعد 2028 9 اون واقعا 2077 میاد خیلی واقعا خیلی واسه این اذیت کننده است که ما الان تو مثلا تو 2022 خبر ویچر بعدی تو 2025 میاد بابا من گفتم اصلا تا 3 سال دیگه زنده همین موقع یه زمان یه خاطره دارم از دوران بچگیم فکر کنم 4-5 سالم بود اون موقع PS1 مثلا هنوز کنسول شاخمون روزا بود بعد یه بازی داشت به اسم آناستازیا که از روی همین انیمیشن آناستازیا هم ساخته بودنش میگم آناستازیا آتلانتیس بود انیمیشنه که خیلی اون زمان گل کرده بود بعد من اون زمان هی زلزله میومد زلزله بمم اومده من اینجوری بودم خدایا زلزله نیاد من این بازیه رو تموم کنم اصلا اینجوری دغدغم شد زلزله نمیرم من این بازیه رو تا آخرم تمومش نکردم زلزله اومد زلزله نیومد آره تجربه با لست آفس 2 داشتم بازی که معرفی شد من وسط چه بازی بری خفه شو بابا
لیاقت نیست اون بازی. برو همون هیدیس تو بازی کن. ببین برو با حرف بزن. به علی امین برگشتم گفتم برو بشه هیدیس رو بازی کرده. اومده بود گفت نیما عجب بازی بود. چرا من اینو تا الان بازی می گفتم حالا بدره به اون نتیجه رسیدی که بهت میگم هیدیس بهتر بود اون سال. وسط یه دعوا بودم توی وقتی که داشت پلی استیشن اکسپریانس پخش میشد و اول تریلر لاست آف آس بود، من داشتم پشت گوشی دعوا میکردم، یه گوشم مثلا چیز بود هدستم رو گوشم بود داشتم نگاه میکردم مراسم رو دعوا میکردم، یه خود نگاه میکردم میمادم بالا، بعد اول تریلر لاست آف آس هستی و اون علامت فایر فلای ها اینا نشون میده، مردم توی سالون جیغ میکشن، وای هنوز بهش فکر میکنم موی ترم سیخ میشه. خیلی نمایش خوبی. ببین نمایش رو دیده بودم، هم یه لحظه استاپ کردم دعوا رو پشت تلفن، همینجوری نگاه کردم، بعد قلبم ضربان قلبه رفته بود بالا، اینجوری داشت میتونم میگفتم خدای کاش من نمیرم، من میخوام اینو بازی کنم بعد هر کاری میخوای با من بکنی بکن. خیلی وای چقدر واقعا لست آف آس خیلی بازی بود که مورد انتظار فکر نکنم کسی نبود دیگه. خیلی میتونست پروژه بهتری باشه به نسبت چیزی که به دستمون اومد، دوستش دارم ولی داستانش خیلی از لحاظ گیم پلی و در واقع طراحی مراحل اینو پرفکته، یعنی بهتر از این شاید نتونیم پیدا کنیم الان، یعنی حتی الان که مثلا یه نسل هم ازش گذشته، ولی داستانه میدونیم انتظارات رو برآورده نمیکرد، همونجور که حالا با تو هم صحبت کردیم سر گاد آف وار. نمیدونم سونی واقعا اون فرمول موفقش انگار داره به مثلا مرز ته کشیدن نزدیک میشه. من قبول ندارم اینو، به نظرم کاری که نیل دراکمن روی داستان لست آف آس دو کرد هیچ کسی تا الان نتونسته به این شجاعت کار بکنه. یعنی ببین داستانه خوب زیاد داشتیم و یعنی مثلا بیشمار داستان خوب تو میتونی نام بیشمار کنن، یه عالمه داستان خوب میتونی نام ببری، از بایوشاک ها گرفته تا مثلا نسخه های متعددی از متال گیر سالید، نمیدونم حالا بازی بسیار زیادن داستان های خیلی خفنی دارن توی سطح مثلا حتی تو بگی از بالاتر از یه فیلم هالیوودی هم، حالا که خیلی خوش اعتبار نیست، خیلی فیلم های درجه یکی که از کارگردان های خیلی خوبه حالا آمریکایی اروپایی شرقی دیده باشی. و من فکر میکنم کاری که لست آف آس دو کرد توی داستان، شجاعتی که توی داستانش داشت، حتی من موجوده که لست آف آس یک رو خیلی بیشتر دوست دارم، یعنی به نظر من لست آف آس یک بازی کامل تریه، ولی لست آف آس دو اون شجاعتی که از خودش نشون داد، اون جسارتی که داشت، حتی من میگم توی فیلم‌ها هم به ندرت تو میتونی مشاهده کنی چنین کاری، چنین جرأتی، واقعا عجیب بود. و اون حجم از خشونت اوریان و اون حجم از صادق بودن روایت توی دنیای پس آخر زمانی اصلا چیز عجیبی بود. همه داستانه مثلا پس آخر زمانی که میبینید تای تایش مثلا مردن یه کارکتری که خیلی دوستش داری مثلا تو رو اذیت میکنه، مثلا عشق میریزی باش، ولی این اومد قشنگ یه سناریوی گذاشت وسط که از دو طرف میخوردی، یعنی چکر رو از دو طرف میخوردی، نمیفهمیدی بعد الان چی کار همینه. تو با یک سناریوی خیلی خوب طرفی، شک توی این نیست که این سناریوی کاملا خوبه، ولی به صورت کلی تو روی کردی که داری واسهش که تو بیای و برسی به اون ماه عسلی که انتظار داری توی لست آف آس درست اجرا نشده. من قبول دارم نمیشه. یعنی موافقم، یعنی هر نقدی هم که به روایت روایت من مشکلم روایت، ولی میدونی من مشکلم کجاست؟ این که میگین لست آف آس مثلا داستانش مثلا ضعیف بود، لست آف آس مثلا داستان اوکیه، روایت بود. از لفظای استفاده میشه حتی برای روایت، از لفظای استفاده میشه که اونو توی لیگ بازی‌های ضعیف یا مثلا متوسط یا مثلا حتی خوب قرارش بده، در صورتی نیست. که حتی با اون همه ضعفش هم با اون همه ایراداتی هم که داشت بازم به نظر من از یه سر و گردن از خیلی از بازی‌ها. ببین من از لفظ ناامید کننده استفاده کردم و این لفظ واسه گاوارم در واقع دارم. چون میدونی اینا میان چیزی رو جلوی تو میذارن که خیلی پتانسیل بیشتری داره توی قسمت اولش. مثلا تو توی لست آف آس میای راجع به یک بیماری که میتونسته درمان بشه و نشده صحبت میکنی، ولی یه دفعه میای اصلا کلا بیخیال اون چیزی که ساختی میشی و داستان یه چیز دیگر رو روایت میکنی. به طور کلی نظرها به نظر من متفاوته، شاید همونقدر که افراد یا بیننده های مختلف و نظر نیما موافق باشن خیلی هم با نظر موافق. آره قطعا توی سایت اینترنت داری میبینی. آره حالا مثلا دیگه خیلی هم گذشته از داستان خود لست آف آس دو و این ماجراها، سریعت ببینیم با سه چکار. مطمئنم که بیخیال نمیشه و سر سم یک حرکت ادامه میده عجیب غریب دیگه میکنه. شما اصلا بستر لست آف آس یعنی همینه، این که تو یک کاری بکنی که بسوزه طرف مقابلت، یعنی تو حتی توی یکم
همون لحظه اول تو رو میسوزونه، میچزونتت با اون مرگ دختر جول. و میدونی تو با همون اون صحنه هاست که یواش یواش عاشق جول میشی و تا آخرش، حتی خیلی ها مثلا این بکلشی که داده بود و خیلی ها ناراحت بودن سر همون قضیه که میدونی اسپویل نمی کنی. نه دیگه اسپویل ندادی، بازی سه سال ازش گذشته، شاید یه سری ها بازی نکرده باشن هنوز، ولی به صورت کلی اون بکلشه دقیقاً به خاطر همونی که تو چقدر جولو دوست داری. باشه، به نظر من اتفاقاً دقیقاً جسارتش همونه. این حجم از این که تو نابود میکنی، یعنی نه که بکشیش صرفا، مثلا چه میدونم اون واکینگ دد مثلا آخرش اون شخصیت اصلیش لی بود اسمش، ریک یا نه ریک مال سریال، آها لی سه بازی رو میگی، آخر واکینگ دد سیزن یکش گریه میکنی واقعا با اون صحنه. خب ولی نیل دراکمن میزنه له میکنه جلوی جلوی چش تو، بهترین تصمیمشون واقعا توی داستان همون بوده. تو نمیدونی اصلا بعد چه واکنش نشون بدی به اون صحنه، یعنی مثلا میگی واقعا این خوابه، این درست نیست، این عوض میشه، این سکانس عوض میشه، این سکانس تغییر میکنه، این اینطوری نیست و نمیتونی بپذیری. من واقعا دستا رو گذاشتم کنار، گفتم بازی نمیکنم، فعلا بازی نمیکنم. این جسارتی بود که 10 دقیقه بعد برگشتم، گفتم نمیتونم، من باید بازی دوباره ببینم چی داره میشه. من واقعا اون لحظه ول کردم بازی رو، یعنی یه لحظه اصلا دیگه مغزم در حد بازی با تو میتونه این کارو بکنه. ببین تا اونجا واقعا بازی پرفکته، حتی اونجا که تو رو میذاره در نقش ابی پر از خشم، این دقیقاً جاییه که بازی مشکل پیدا میکنه. دقیقاً دو تا نظر مخالفه دیگه، پر از خشم و نفرت، مثلا میگه من از این بدم میاد، این کیه؟ ولی اینو این واقعا کردیت رو به بازی میشه داد که جسارت داشتن که یه سری کارهای مهم بکنن، کاری که گالاوار نکرد و گالاوار دقیقاً توی همین نقطه است که ناامید کننده میشه، چون اون جسارت رو ندارن که کار مهم رو بکنن، جسارت رو ندارن که چیزی که این همه مثلا بازی رو، یعنی به من و تو این رو بازی رگناروک رو فروختن که بگن سرنوشت کریتوس چقدر میتونه واسه تو مهم باشه. ولی حالا من بازیش نکردم، آره اینو شما که ویدیو کامل راجبش رفتی، من هنوز بازیش نکردم و چون وقتم نکردم، واقعا خیلی هم دوست دارم بازیش کنم، نظرات متعددی هم میشنم، ولی عمده اش زیام که حتی از طرفدارای بازی هم میشنم همینه که آره بازی مثلا خیلی تغییر خاصی نکرده، من برام بازیش بکنم بعدا راجع بهش بعدش با هم دیگه بتونیم یه صحبت مفصل داشته، چون من نیمو اندازه کافی در موردش صحبت کردم. شما نورس رو خیلی دوست دارم و تیکتم نمیره که رو نورس فیل کرده باشه سانتا مونیکا و گاد آف وار مثلا نتونست باشه آخرشو خوب ببنده. نمیدونم صحبت کنم نمیدونم چی تجربهش کنم رو بعدا نمیدونم، شاید یه سوژه دیگه بود باز با هم درگیر شه دوباره تمام بازیه که شاید الان در موردشون صحبت کردیم خیلی سنگین باشن، شاید خیلی ها نتونن تجربهشون کنن. من معمولا هر سال یه ایندی خوب معرفی میکنم به کل تیم، معمولا ازشم دفاع میکنم توی مثلا اون ریتینگ آخر سال. امسال کارت آف دلم بود، نه امسال چیز بود، استکلنز بود، همه استکلنز بود، کارت آف دلم من تو بردی آره. و اونم چون واقعا بازی خوبی بود، ولی یه نکته ای مثلا ومپایر سوروایورز رو ما معرفی کردیم و در این مورد صحبت کردیم که آقا از این به بعد قراره کلون های زیادی از ومپایر سوروایورز ببینیم. عجب بازیه، اینم من چند وقت داشتم بازی کردم، عجب بازیه، خیلی بازیه اعتیاد آوریه و اون کلون های خوبه شروع شده به ساخته شدن و منتشر شدن. الان مثلا براتیتور رو روی استیم اگر چکش کنید دقیقاً ومپایر سوروایورز یه چیزی، یه سیب زمینی آره که خیلی خشنه و دقیقاً همین جوری هی چیزای مختلفش حمله میکنن و باید بکشیش. یه تجربه جالب دیگه ای که اخیراً داشتم زیرو سایورت، فکر کنم خیلی از ماها واقعا فرصتش رو نکردیم یا اصلا نتونستیم بریم سراغ این چی بود، همین چیزی که الان داشتیم در اسمش یادم میاد، اسکیپ فرام تارکوف. اسکیپ فرام تارکوف هم دسترسی به شکم سخته، هم گرونه، هم خیلی اینا همه مهمتره، خیلی گرونه و این یه بازی ایندیه، تاپ داونه، خیلی ساده، مثلا چیزی که آنلاین هم نیست مثل اسکیپ فرام تارکوف، ولی تجربه لذت بخش و چالش برانگیزیه. اینم هستش روی الی اکسس، ولی الان الی اکسس داره تکمیل میشه، هنوز خیلی محتوا داره، یعنی شاید آنلاین هم بشه، شاید آنلاین هم بشه اضافه بشه. و اینها آره، اینا یه سری از بازیای روزی که ما اخیرا تجربهشون کرده بودیم. ولی فیلم یا سریال چه خبر؟ فیلم و سریال، این کلایدوسکوپ رو من دیشب تازه استارتش رو زدم، یه قسمت دیدم، بدک نبود. از کدوم شروع کردی؟ قسمت چند و اول از دیدی؟ از یک دیدی؟ ونزدی دیدم که خیلی دوست داشتم، 1899 رو دیدم که خیلی دوست داشتم و خیلی ناراحت شدم. دارک دوست داشتی؟ دارک رو ندیدم. دارک رو ندیدم، ولی خیلی ناراحت شدم وقتی کنسل شد. چرا؟ پتانسیل خیلی داشته دارم پیدا. یه ویدیو هم ساختیم راجع به اینکه چرا کنسل شده دیگه، فکر کنم بچه‌ها بتونن لینکش پیدا کنن، میذاریم بالا. لینکش بالا هست ببینید. دیدم اتفاقا ویدیو آرش هم دیدم حرفش خوانه کننده بود واسه من،
اولش به عنوان یه مخاطب و طرفدار ناراحت شدم که بابا خاک تو سرت، بعد مدت ها یه چیز خوب ساخت نتفلیکس اونم کنسل کردیم. ولی حرفای آرش خیلی قانع کننده بود، دوستان گفتم منطقی واقعا. من سریال ندیدم این چند وقت، ولی فیلم زیاد دیدم. یکی از فیلمایی که دیدم و به نظر من ارزش دیدن داره، نه شما نایوز اوت رو دیدین؟ من نایوز اوت دیدم. آره نایوز اوت خیلی فیلم خوبیه، من خیلی دوستش داشتم. خانم آنو دیار ما سلامندم، هم فیلماشو سعی کنم ببینم. خبر بعد این که توی این توی قسمت دوم آنو دیار ماست نیست. آره این نمیدونستی؟ خب ولی تو دیدی؟ ولی تو آره من دیدم. خیلی میدونی ببین به نظر من حتی یه جایی از فیلم اول بهتر بود، خیلی تر و تمیز بود. آره آنی... به نظر من بهتر شد. آره. دیدش توی قسمت دوم و خیلی جالب بود. یه ایسترگ خیلی بامزم داشت که کل پلات فیلمو داره توی همون بازی امانگاس اولشون آره. لو میدن و خیلی میبینی متوجه. آره خیلی من دو بار دیدم، یه بار خودم دیدم یه بار با خانومم و خیلی تجربه جالبی بود. اینکه هر چیزی که توی مثلا ستینگ محیط هست و تو داری میبینی و همشون بعدن معنی پیدا میکنن توی این فیلم ها خیلی قشنگه. یعنی توی این توی قسمت دومه خیلی بیشتر هم نمود پیدا میکنه و اینو خیلی دوستش دارم. الان یه سوالی، الان شما این هم در مورد لسه ها صحبت کردید، چقدر برای سریالش خیلی هایپ؟ خیلی اصلا هم واسه هم مهم نیستش که انقدر راجع به این بلا رمزی بدبخت میگن، خیلی خوب بازی کرده. یه کانال یوتیوب داریم به اسم گرفرن ریویو که من هم شاید خیلیاتون دنبال کرده باشین، رفته بودن پریمیرش دعوت بودن، رفته بودن دیده بودن قسمت اول و میگفتن چقدر بلا رمزی خوبه و چقدر الیه و از اون بیشتر از چیز دارن تعریف میکنن، از خود پدرو پاسکال. آره از پدرو پاسکال دارن. پاسکال که بی‌نظیر و میگن شکی. آره و میگن اصلا تو نقش جول فوق‌العاده است. آخه خیلی هم شبیهه. آره خیلی هم واقعا از نظر حالا خیلی ها گیر میدن به بلا رمزی به خاطر اینه که شبیه نیست. شبیه نیست اصلا، شبیه نیست. ولی آره پدرو پاسکال از همه نظر پرفکته، حتی برای اون دسته از افراد هم اینجوری که این انتخاب خوبیه، در حالی که خیلی ها شاید دوباره از سریال گیم آف ترونز جیمی لنستر رو ترجیح میدادن. اونو خیلی بیشتر ترجیح میدادن. اون خوب بود، بهتر از اون خود هیو جکمن بود که واقعا دیگه توی لوگان واقعا خیلی شبیه لاست اوف اس. به نظر من پدرو پاسکال، به نظر پدرو پاسکال بهترین انتخاب در حال حاضر و انسانی تره، میدونی خیلی از لحاظ چهره یا اینجور چیزا فاز نمیدونم. هیو جکمن نمیدونم، من شاید تصویرش مثلا گره خورده با سوپر هیرو ها یه خورده اون حسه رو نمیده، ولی پدرو پاسکال الان مثلا با وجود اینکه مندلوریان هم واقعا تو مندلوریان چقدر خوبه این بشر، با وجود اینکه اصلا چهرهش هم نیست ولی واقعا خوبه، اصلا واقعا دوست داشتنیه، خیلی کاراکتر دوست داشتنیه. من خیلی هم هایپ هم واسش واقعا. آره واقعا نمراتش هم ترکون بذاریم سونی تاثیر خاصی سونی افکت نباشه. فکر کنم موقعی که این ویدیو منتشر میشه اولین قسمت اومده. آره فکر کنم پس فردا میاد. آره دو روز دیگه، یک شنبه است ما داریم ضبط میکنیم، یک شنبه برفی که حسابی برف بازی کردیم هممون، ولی خوبه. ولی به صورت کلی فکر کنم دو روز دیگه میاد، خیلی هم مثل که همین اپیزود اولش خفنه و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب فکر کنم واسه اپیزود اول کافی باشه. آره فکر کنم که همه حرفایی که تو این چند وقت داشتیم رو زدیم، یکم صحبت کردیم، همش که نبود. آره تقریبا که قابل بیان بود. آره خیلی هاش رو گفتیم و از این به بعد کامنت های شماست که بهمون کمک میکنه که برای هفته های آینده سراغ چیا بریم، بیاتون گیم پیشنهاد بدیم، سریال، فیلم، در مورد چیزهای مختلف صحبت میکنیم. شما پیشنهاد بدید، شما بدید. آره شما بهمون پیشنهاد بدید بازی هر چیزی که بدید. حتی دوست داریم کامنت هاتون رو بخونیم تو این بحث. حتما بازی ایندی چیز پیشنهاد بدید، ایندی های از این آرامش بخش، از اینکه بازی میکنی اصلا اینجوری میشه روح جالب پیدا میکنه. آره آروم مدیتیت میکنه. من برای مدیتیتی که متفاوته. این خوب نیست، خیلی مدیتیت کردن خوب نیست. خیلی هم خوبه. ولی به صورت کلی میگم ایده‌هاتون رو واسمون بنویسید. دمتون هم گرمه که همچنان ما رو دنبال میکنید، ویدیوها رو میبینید، نظرتون رو راجع به اپیزود اول بهمون بگید و شما هم بگید که توی این چند هفته اخیر چی کارو کردید، چه بازیایی بازی کردید، چه فیلمایی دیدید، چه سریالایی. و دمتون گرم. خیلی مخلصیم. دمتون گرم. خدا حافظ.